خب میلگان تلویزیون فردا در یک قسمت از برنامه افتخار داریم که جناب استاد محمد حیدریان یکی از پیشکسوتان و یکی از ورزشکاران بسیار برجسته ورزش‌های رزمی را با خود داره یا مارشال هارت و همچنان خانم معصومه علی یکی از خانم‌های پر افتخار و یکی از ورزشکاران خانمی که در جامعه ما در استرالیا و به خصوص در ادلید فعالیت دارن امروز اینا رو با خود اسم داریم جناب استاد حیدریان بسیار خوش اومدید به تلویزیون فردا تشکر از شما ما شاید بگم حدوداً نزدیک 4 ساله که ما زد و بند داشتیم که باید یک فدراسیونی مارشال آرتس برای ورزش‌های رزمی باید ما تشکیل بدیم. من خودم یکی از شاگردای استاد همی 3 سال 3 نیم سال میشه که هستم و کوشش کردم همیشه تبلیغات ما در برابر ورزش در بین زنان و دخترها بیشتر باشه البته. خب ولی تا یک قسمت موفق شدیم ماشاءالله یک 6 تا دخترها تا مثلا در یک کلابی پروسپکت داریم و دخترای خیلی زیاد تعداد زیاد کلاب سلزبری داریم. استاد حیدریان شما از نام از چی گرفتین از فدراسیون ورزش‌های رزمی در حالی که من خبر دارم که شما جزی از فدراسیون ورزش‌های افغانستان بودین بالاخره که اونجا کل ورزش‌ها بود. آیا دو هنوز هم فعالیت دارین یا خیر؟ هر همکاری که از دیس از ما بر بیاد هیچ دریغ نمیکنیم بلکه نه تنها ما بلکه تمام اعضای فدراسیون ورزش های رزمی دیگه به حال چون به خاطر اینکه قبلا فوتبال بودن والیبال بودن کرکت بودن مارشال آرتس بودن تیبل تنیس و خلاصه بدمینتون و هر چی شطرنج اینا چون زیر پوشش یک فدراسیون که اگر ما یعنی واقعا اینا را همهش را در صورت بسیار فعال میتونستیم کاور بکنیم و کارهایش را در صورت بسیار همونتر احسن انجام بدیم بسیار کاری دشوار بودن و خیلی از استادایی که بالفرض حالا عضوی زمی استرالیا مولتیکالچرال مارشال آرتس فدریشن هستن و اینا ناراض بدن به خاطری که یک سری کم و کاستی که از طرفی مثلا فوتبال میشدن یا والیبال میشدن یا بالفرض از خودی اعضای فدراسیون بدن دیگه اینا تصمیم گرفتن که باید فدراسیونی ورزش‌های رزمی البته فدراسیونی ورزش‌های رزمی در حقیقت واقعا یک فدراسیونی بسیار جنجال برانگیز است به خاطر اینکه تنها یک رشته دایفو نیستن بلکه کاراته هستن تیکواندو هستن کونگ فو وشو کیک بوکس و موی تای و ام ام ای کیوانا